بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارز سلام و بخت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنا. یکی از صفاتی که پروردگار متعال در معرفی خودش و در وصف خودش به ذات ذوالجلالش نسبت داده صفت رفیع الدرجات هست. در قرآن کریم سوره غافر رب ذوالجلال بعد از اینکه خودش رو در مقام عبودیت و در جایگاه معبود به حق معرفی میکنه و میگه فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، آیه 14 سوره غافر میگه که بخواهید پروردگاری که اللهی که یکتایی که بی همتا هست مخلص با خلوص بدون شائبه و بدون ایجاد تفکری که مقام و جایگاه عبودیت او رو با شرک آلوده بکنه، اخلاصی که مقام عبودیت و دعا رو اختصاص به او بده، کسی دیگر رو در بین قرار ندید و کسی دیگر رو در مقام او جا ندید، مقامی که دین اختصاص به او داره و خالصانه برای او هست، اگرچه ناباوران این رو نپذیرفتند یا نپسندیدن یا نیپسندن. در ادامه آیه 15 الله متعال میگه که اون پروردگار رفیع و درجات هست، والا مقام و والا هست درجاتش، ذل عرش هست، صاحب عرش، یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وحی خودش رو القا میکنه به هر کسی که از بندگانش بخواد با امر خودش، تا اینکه هشدار بده اون یومی که درش باش روبرو میشید و در اون روز مواجه میشید با تمام اعمال خودتون در محضر او. یوم هم بارزون، در اون روزی که آشکار میشید، لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی از الله متعال مخفی نمیمونه. گفته میشه که لمن الملک اليوم، گفت کسی نیست جواب بده مگر اینکه خودش میگه که لله واحد القهار، اللهی که یکتای قهار هست. میخوایم ببینیم که صفت رفیع الدرجات در ابتدای این آیه که در ضمن طرح عبودیت و دعا که مغز عبادت هست اومده، چه معنایی داره و چه پیامی رو برامون
در بر داره و این صفت ابعاد مختلفی که در تصور دینی ما پدید میاره چه جنبه هایی رو شامل میشه. واژه رفیع هم به معنای اسم صفت مبالغه به کار گرفته میشه، صیغه مبالغه هست که اصلش اسم فاعل هست، اون کسی که بلندی و رفعت رو ایجاد میکنه، و هم به معنای صفت مشبهه هست، یعنی اون کسی که خودش رفعت و بلندی و والا مقامی رو داره. در سیاق عبودیت و توصیه به عبادت پروردگار متعال، در واقع هر دوی این معنا نقش اساسی در شکلگیری تصور عبادی و انگیزه عبودیت رو در انسان موجب میشه. هم این که پروردگار متعال والا مقام والا صفات هست، برتری و ذات او، مقام او، صفات او، جایگاه او برتر هست، برترین هست، و هم این که برتری ها رو در واقع او عطا کننده هست، او فضیلت ها رو ارزانی کننده هست به همه بندگان. همیشه ما این نکته رو در ضمن مباحث طرح شده یادآور میشیم در بحث اسماء الله الحسنا، که انسان با وجود فضیلتی که رب ذوالجلال بهش ارزانی کرده یا فضائلی که پروردگار متعال بهش داده، تکریمی که در حق او صورت گرفته، با وجود اون انسان وابسته دائم و همیشگی رب ذوالجلال است. وابستگی اون از جهتی برمیگرده به این که داشته هایش نشأت گرفته از خالقی هست که جهان رو آفریده و اون رو هم آفریده. خواسته هایش مرتبط هست با مشیت خالقی که باز این جهان رو اداره میکنه و در ملک و اختیار او این جهان هست. اونجایی که داره میدونه که اون داشته ها میتونه در هر لحظه ای از او سلب بشه، و اونجایی که در محدودیت قرار میگیره میدونه که هر خواسته ای رو فقط او که الله یکتا و خالق و مالک هستی هست میتونه اون خواسته ها رو برآورده کنه. نه احدی این داشته ها رو در اختیار داره که داشته که بهش به انسان بده و بقیه موجودات ارزانی بکنه، و نه احدی ملکیت و مالکیت جهان رو بر عهده داره یا در اختیار داره که خواسته های اون رو برآورده کنه. در نتیجه عبودیت بندگی انسان، انسان مؤمن خردمند موحد از اینجا نشأت میگیره که خودش رو همیشه وابسته به الله یکتا میدونه و در این میان
والا مقامی و برتری او رو در هر زمینه‌ای احساس میکنه. همیشه میگه الله اکبر و همیشه از هر نوع کم و کاستی او رو منزه میدونه، میگه سبحان الله العظیم، و همیشه اون رو در کمال مطلق میگیره، سبحان الله و بحمده. بر این منوال الله متعال در این آیه توصیه یا امری که به دعا یا عبودیت خالصانه خودش میکنه، رفیع الدرجات بودنش رو و ذوالعرش بودنش رو یادآور میشه. خالق هستی که والا مقام هست و مقام‌های برتر رو در واقع او ارزانی میکنه، حاکمیت و سلطه در اختیارش هست و صاحب عرش هست. ذات او برتر هست، صفات او هم بالاتر هست. از خلق جدا هست و والایی و برتری او بر خلق غیر قابل تصور و مقایسه هست. اون خالق والا مقام والا صفات هست که یلقی الروح من امره علی من یشاء من عبادی، اون هست که انتخاب میکنه و به هر کسی بخواد با امر خودش وحی خودش رو القا میکنه، تا اینکه عاقبت و نهایتی که هر انسانی و هر موجود زنده‌ای باید به اون برسه و اون نهایت که در واقع محضر او هست رو هشدار بده. این آیه در واقع یا این صفتی که در این آیه یاد آوری شده در آیات متعدد در ارتباط با رفیع الدرجات بودن پروردگار متعال به عنوان دهنده مقام ها و برتری ها به خلائق در دنیا و آخرت با کثرت به چشم میخوره، و در ارتباط با رفیع الدرجات ذات و صفات او هم در اکثر آیاتی که وصف ذات ذوالجلال و صفات او شده باز هم این رفعت و بزرگی او یادآور شده که الله عظیم الشأن و والا مقام، عظمت و کبریای او و جایگاه و مقام او تنها جایگاهی هست که شایسته عبودیت برای همه بندگان رو داره و شرک کردن در مقابل اون مقام یکتا بزرگترین جرم و بزرگترین انحراف به شمار میاد. ما به عنوان مسلمان وقتی که به این صفت نگاه میکنیم، رفیع الدرجات بودن پروردگار متعال رو مد نظر خودمون قرار میدیم، صاحب عرش بودن پروردگار متعال رو مد نظر قرار میدیم،
هر دو جنبه معنوی این صفت رو در نظر میگیریم. جنبه اول که مرتبط است با مقام ذاتی و صفات پروردگار متعال که برامون عظمت و کبریا و جلالی رو در قلب ما و در فکر و اندیشه ما ایجاد میکنه که این جلال و کبریا عبودیت و بندگی مطلق رو باعث میشه. جلال و کبریایی که در مقابل او سرخم کردن، در مقابل او سجده کردن، در مقابل او دست به سینه ایستادن، در مقابل او عبادت و عبودیت و دست حاجت بلند کردن، همه اینها اختصاص به او پیدا میکنه و در مقابل او لبیک گفتن و سعدیک گفتن معنادار میشه. وقتی که این مفهوم رو در ذهن خودمون به درستی تثبیت میکنیم، وقتی که این مفهوم رو به درستی در ذهن خودمون جا میدیم، هیچ احدی شایستگی این رو پیدا نمیکنه که ما در مقابلش سر تسلیم خم کنیم، در مقابلش اطاعت کنیم، از او خوف و ترس داشته باشیم، از حساب و کتاب او بیش از حساب و کتاب رب ذوالجلال حراس و واهمه و ترس داشته باشیم. حتی که این مقام رو به درستی در ذهن و فکر خودمون جا دادیم و ترسیم کردیم، به طور طبیعی تمام اذکار و تمام تعبیرات مختلفی که در ضمن دعاها و نیایش‌های نبوی و در قرآن کریم اومده برامون معنا پیدا میکنه و مفهوم حقیقی و ریشه‌دار رو در فکر و ذهنمون پدید میاره. الله اکبر گفتن ما و به همین صورت سبحان الله العظیم گفتنمون، سبحان ربی الاعلا گفتنمون، سبحان ربی العظیم گفتنمون، همه اینها در واقع در مقابل اون رفیع الدرجات و در مقابل اون ذو العرش، صاحب اون عرش و پادشاهی که بالاترین مقام رو داره، معنا و مفهوم حقیقی خودش رو به دست میاره. حس ما در درون عبادات و در هنگام عبادات و به همین صورت رغبت ما به عبادت و به اشکال متعددی که در عبودیت وجود داره معنادار میشه و هیچ عملکرد عبادی در مقابل اون اعمال قرار نمیگیره. هیچگاه نمیتونه کربلا زیارتگاه بشه و نمیدونم امام رضا جایگاه مقدسی باشه وقتی که زیارتگاه و جایگاه مقدس برامون کعبه و بیت الله از جانب الله متعال معرفی شد. هیچگاه نمیتونه لبیک اللهم لبیک به جاش لبیک یا حسین بیاد جا بگیره. هیچگاه نمیتونه موازی با مقام و جایگاه پروردگار متعال که در موقعیت ندا قرار میگیره و یا الله به عنوان حایت روا و مشکل گشا در تصور مؤمن جا میگیره، نمیتونه به جای اون یا حسن و یا حسین و یا ابوالفضل یا مهدی ادرکنی جا بگیره. اون کسی که این رفیع الدرجات رو به خوبی دونست و الله متعال رو صاحب عرش دونست، صاحب حاکمیت و سلطه حقیقی جهان دونست، دیگه
دعای از غیر او و به غیر او رو آوردن و از غیر او اطاعت کردن و غیر از شریعت او رو پیروی کردن رو به هیچ عنوان نمیتونه برای خودش براش دروازه یا روزنه ای رو باز کنه. اون پروردگار و صاحب عرش و اون پروردگاری که صاحب درجات هست، اون هست که یلقی روح من امره علی من یشاء و من عبادی، وحی رو میفرسته به بندگان خودش، اون کسی که بخواد، تا اینکه هشدار بده برای روزی که اون روز روز تلاقی هست، روزی هست که هر انسانی باید در مقابل عمل کرد خودش بیسته و پاسخگو باشه. الله متعال بندگانی رو که انتخاب میکنه با امر خودش و میفرسته، اونا هیچگاه مقام بندگی و مقام عبودیت رو به خودشون اختصاص ندادن، اونا هیچگاه دعوت نکردن که ما رو به عنوان خلیفه خدا و به عنوان جانشین خدا و به عنوان ولی بر جهان آفرینش و ولایت بر خلق تصور کنید. اونها به عنوان هشدار دهنده ما و بشارت دهنده در مسیر عبودیت معرفی شدند و اون چی که به عنوان وحی الهی بر اونها اومد رو ما ابلاغ کردند تا عبودیت رو و دین خالص رو از وحی الهی بگیرند. هیچ احدی این مقام رو به دست نمیاره که ما چشم بسته اون رو بپذیریم و از او پیروی کنیم و اون رو به عنوان مرجع تقلید بشماریم. انبیا اطاعت میشن، اطاعت میشن به خاطر اینکه یلقی الروح من امره علی من یشاء من عبادی، که اون رفیع الدرجات، اون پروردگار ذو العرش به اونها وحی خودش رو با امر خودش نازل کرده. هیچ احدی غیر از کسانی که وحی الهی بر اونها نازل شده با امر الهی صلاحیت و شایستگی اطاعت رو نداره و حتی انبیا هم اونگاهی که خودشون میگن که اینجا رأی شخصی و نظر فردی ما هست، اطاعتشون واجب و لازم نمیاد. همونطوری که صحابه میپرسیدن از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این آیا نظر شخصی ایتون است یا وحی الهی هست، و در موارد متعدد می‌بینیم که حتی انبیا در نظر یا در موضع‌گیری فردی که صورت می‌گیره، شخصی که کارش عمل کرده، شخصی که ازشون صادر میشه، مورد سرزنش قرار گرفته میشن یا مورد مؤاخذه قرار گرفته میشن، تا اینکه این امر یا این موضوع درست جا بیفته که صاحب عرش و رفیع الدرجات پروردگار متعال هست و او هست که وحی فرستاد به انبیا و اطاعت وحی خودش رو از طریق انبیا بر ما واجب قرار داد، که این در واقع عبودیت و خلوص دین رو باعث میشه. و اونجایی که این دین از منبع رفیع الدرجات ذو العرش گرفته نشه، دین از خلوصش خارج بشه و در اختیار مراجعی قرار گرفته میشه که اونها رو ما به عنوان مراجع دینی میدونیم. تا زمانی که کتاب الهی و سنت نبوی اونچه که ثابت هست، نه اونچه که به دروغ ساخته شده دربار صفوی باشه، ساخته شده ایده مغرض و ایده سودجو در تاریخ باشه، اونچه که ثابت شده از طریق سند درست و صحیح اهل علمی باشه که هویتشون و امانتداریشون در تاریخ به ثبت رسیده باشه، در اون حالت هست که مخلصین له الدین، اخلاص در دین و دعای خالصانه به درگاه الهی میتونه به درستی محقق بشه.
اونگاهی که غیر الله جای پروردگار متعال معرفی میشه و غیر الله مقام نبوت رو به طور مجازی به دست میاره، چه بخواد امام زندهی باشه چه میخواد امامی فوت شدهی باشه، اونگاه نه اخلاص در دین باقی میمونه و نه دعای مخلصانه در درگاه الهی میتونه شکل بگیره. آیات متعددی بحث درجات و رفعت درجات رو که الله متعال در دنیا و آخرت نصیب انسان ها میکنه رو برامون یادآور شده. آیه 253 سوره بقره که مرتبط با آیه سوره غافر هم میتونه باشه، در ارتباط با انبیا الله متعال میگه که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات. انبیا رو ما برخی رو بر برخی دیگه فضیلت دادیم، برتری دادیم، بهشون شایستگی های مختلفی رو دادیم. منهم من کلم الله و کسانی هستند در بینشون که الله متعال مستقیم باشون سخن گفت و برخی هم بهشون وحی غیر مستقیم و از طریق فرشته وحی بهشون القا کرد و رفع بعضهم درجات و به برخی هم درجاتی رو عطا کرد. مقام خاتم المرسلین درجه ای هست که در دنیا و در آخرت مقام مستقل و مجزایی هست، مقام مستثنایی هست که به بقیه این مقام داده نشد. همه اینها رو همون پروردگاری که رفیع الدرجات هست این درجات رو میده و ما هم در واقع ایمان داریم که او رفیع الدرجات هست و درجات و موقعیت هایی رو که به افراد در به نسبت به افراد قائل هستیم بر حسب اون چیزی هست که برامون ثابت میشه. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، و عیسی رو هم ما دلائل و روشن دادیم و با روح القدس اون رو مورد تأیید خودمون قرار دادیم. این آیه برامون پیامی که مهمترین پیامی که داره این هست که درجه و مقامی که انبیا به دست آوردن با اختلافی که وجود داره بینشون و تفاضلی که پروردگار متعال قرار داده برمیگرده به انتخاب پروردگار متعال و برمیگرده به امر رب ذوالجلال. ما بیایم درجه ای رو، رتبه ای رو، مقامی رو به کسی قائل بشیم بدون این که بیینه و دلیلی براش داشته باشیم از امر الهی و از حکم الهی، افترا بر الله متعال هست. خاتم المرسلین رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به عنوان خاتم المرسلین خودشون رو معرفی کردند، سند وحی رو آوردن که این سند وحی 23 سال در تاییدشون نازل میشد، 23 سال در صحنه های مختلف در موقعیت های مختلف برای اثبات این رسالت پیام آورد و مطلب آورد و آیه بود، تمامشون آیات بود، آیات بینات بود. در طول زندگی 23 ساله ایشون این وحی همراهی کرد قدم به قدم و لحظه به لحظه در تأیید ایشون ابراز وجود کرد. بقیه ای انبیا بر حسب برخور موقعیت و جایگاهی که داشتن، حالا میخواد عصای موسی باشه
یا میخواد دلائل نبوت دیگری که بقیه انبیا داشته باشن. همه اینا چیزی بود که در اختیارشون بود و به عنوان آیه و دلیل و برهان اثبات کننده مقامی بود که اون مقام در واقع از طرف رفیع و درجات، اون کسی که این درجات و رتبه رو میده، ثبت شده یا به اثبات رسیده بود. الان ما میخواییم این مقامی رو ثابت کنیم به عنوان امامت، بالاتر از نبوت. همونطوری که جناب خمینی میگه که ائمه ما مقامی دارن که نه ملک مقربی بهش میرسه و نه نبی مرسلی. اینجا کتاب ولایت فقیه خودش میگه اینو با کمال جرأت. و بقیه هم در واقع همین تفکر رو دارن، ولی خب ایشون صریحا این مطلب رو گفته. الان این چنین مقامی رو برای ائمه قائل بشیم از اول تا آخر لایکشون کلا وجود خارجی نداره و نداشته، مهدی باشه که اصلا وجودی نداشته و نداره، خودشون هم در وجودش در اختلاف هستن، بقیه حالا بگیم انسانهایی بودند، حالا این انسان ها خودشون ادعا نکردن، هیچ چیزی در اختیار نداشتن، هیچ کسی هم در زمان خودشون بر این باور نبوده به این معنایی که بعدن ساخته شد براشون، ولی خب در مجموع این ائمه براشون ماشین این چنین مقامی قائل باشیم یا این چنین رتبه ای رو که نه مقام نه نبی مرسل برسه نه ملک مقربی، با چه دلیلی، با چه برهانی، با چند جمله بریده شده از قرآن و چند روایت تحریف شده یا جعلی ساخته شده در کتب روایی. این هم شد تفکر و این هم شد اندیشه و اعتقاد. ما وقتی میگیم الله متعال رفیع الدرجات هست، باید از طرف اون رفیع الدرجات که یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، امر خودش رو با امر او صادر میشه، جایگاه و درجه و رتبه به دست میاره. هر کسی، اون کسایی که از جانب پروردگار متعال تعیین میشن یا همونجوری گفته میشه امامت الهی، ما میگیم رسالت، رسالت الهی هست. امامت هم اگر الهی باشه، کجاست آیه و دلیل و برهانی که بیانگر این باشه؟ با صغرا کبرا چیدن و قطع و برش کردن آیات آیه درست نمیشه. آیات بینات، روشنگر، با صراحت و وضاحت باید وحی باشه، پی در پی و واضح و روشن. و یکی 23 سال با اسالیب مختلف در موقعیت های مختلف تأیید رسول خودش رو کرد. اونگاهی که دسیسه ای کردن، دسیسه اونها رو آشکار کرد. اونجایی که اراده ای کردن، اراده اونها رو آشکار کرد. اونجایی که لغزش نبی کرد، لغزش نبی رو هم تذکر داد. اونجایی که سوالی شد، پاسخ از غیب براشون اومد. اونجایی که مشکلی پیش اومد، مشکل گشا جه پاسخشون رو داد. اونجایی که شبهی برتر شد، شبه رو برطرف کرد. این دلائل و برهانهای قاطعی بود که در طول تاریخ 23 سال به طور مکرر و مستمر و دائم همراه مقام رسالت و نبوت اومد تا ثابت کنه که ایشون جایگاه و مقامش مقامه الهی هست. این مقام رو الله متعال یا رفیع الدرجات بهش عطا کرده. مثل همین نکته یا مثل همچون این مقام یا درجه ای که ما در آیه سوره بقره دیدیم، در 83 سوره انعام هم الله متعال در ارتباط با ابراهیم میگه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این حجت و دلیلی بود که ما به ابراهیم دادیم در مقابل قومش.
نرفع درجات من نشاء این ربک حکیم علیم. رب حکیم و علیم درجات هر کسی رو بخواد بالا میبره. او هست که این مقام رو به ابراهیم عطا کرد بر قومش که در شرک غرق بودند و الله متعال ایشون این رو برگزید منده خودش رو و بهش دلیل و حجتی رو عطا کرد که این دلیل و حجت مقام نبوت او رو شایستگی نبوت اون رو در بر داشت و مقام نبوت اون رو به اثبات رسون. نرفع و درجات من نشاء، ما هستیم که بالا میبریم درجات هر کسی رو که بخوایم. ان ربک حکیم علیم، پروردگار متعال حکیم و علیم است. به همین صورت اسحاق است، یعقوب هست، کلن هدینا، نوحن هدینا من قبل و ذریت من ذریتی داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، کل من الصالحین، اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن، و کلن فضلنا علی العالمین. کلن فضلنا علی العالمین، همه اینها رو ما برتری دادیم، بر عالمیان مقامی دادیم بهشون که نسبت به دیگران. نرفع درجات من نشاء، هر کسی رو بخوایم درجات رو بهش عطا میکنیم. به این وضاحت، به این روشنی داره تک تک نوح، ابراهیم، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط و من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم. سوالی که مطرح هست اینجا باز تکرار میکنیم، میگیم که الله متعال برای همه انبیاء خودش که ذکر کرده اسماشون رو و درجاتشون رو برای اون معرفی کرده، هر کسی رو بخواد درجات میده. میگه این اینا رو ما هستیم، ما رب حکیم و علیم هست که در واقع این درجات رو بهشون عطا میکنه یا این موقعیت ها رو بهشون میده و با حجت و دلیل در بین اقوام خودشون نقش رسالت و نبوت رو ایفا میکنند. سوالی که مطرح میشه اینه که الله متعال برای بیان درجات و موقعیتی که او انتخاب کرده که علیم و حکیم هست، از اسحاق و یعقوب و نوح و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، همه اینها رو ما گفت سریع، واضح، روشن. با وجود اینکه ما به این با زندگی اینها یا با شریعت اینها یا با موقعیت اینها هیچ سر و کاری نداریم، فقط به خاطر اینکه بدونیم که این موقعیت ها و این مقام ها قبل از این هم بوده و ما هم به این ایمان داریم که اونها بودن و فقط یک ایمان مجملی هست، هیچ سر و کار هم باشون نداریم، نه با لوط سر و کار داریم، نه با یونس، نه با یسع، نه با اسماعیل، نه با زکریا، نه با یحیی، نه با عیسی، نه با الیاس، هیچ کدوم از این انبیا ما سر کار نداشتیم، نه با شریعتشون، نه با احکامی که برشون اومده. فقط ما اونچه که برامون در این آیات برامون یادآور شده این هست که این حجت یا این درجات یا این مقام ارزانی شده از جانب پروردگار متعال هست و اون علیم و حکیم است و اون پروردگار علیم و حکیم که به همه اینها این مقام رو عطا کرد، به خاتم المرسلین هم این مقام رو عطا کرد. این اصل موضوع هست و اصل این مقام در این هست که لو اشرکو لحبط عنهم ما کانوا یعملون. اینایی که ما به اینها این حکم و کتاب و نبوت رو دادیم، با تمام این مقامی که دارن اگر شرک کنن بازم اعمالشون کلن
اگر شرک کردن زای برباد هست. الان سوال اینجاست که اسم همه اینها رو آورد تا اینکه ما اینها رو بر مقامشون، موقعیتشون و رتبهشون ایمان داشته باشیم. همه این افراد میخواد الیاس باشه، عیسی باشه، یحیی، یسع، یونس، لوط، اسماعیل، زکریا، ولی اسمی نه از علی برد، نه از حسن برد، نه از حسین برد، نه از زین العابدین برد، نه از باقر برد، نه از صادق برد، نه از جعفر، نمیدونم از تقی و نه از نقین و نه از حسن عسکری و نه از مهدی. جای عجیبی هست، خیلی سوال استفهام بسیار عجیبی هست. مقامی هست که از انبیا هم بالاتره، اولیا هم بالاتره، ولی این ذکری ازشون نیست، نه از نامشون، نه از شخصیتشون، نه از جایگاهشون، نه از فضیلتشون. با وجود که همه اینها، همه این اشخاصی که گفتیم، اینا فقط به طور مجمل برامون یادآور شدن تا اینکه ما در ذهن داشته باشیم که انبیا و مرسلین قبل از خاتم المرسلین تعداد عدیدی بودن و همه اینها رو مجملا بهشون ایمان داریم و این مقام رو براشون قائل هستیم و پروردگار هدایت دهنده است که به همه اینها وحی کرده، وحی هم که بهشون کرده به همه اینها توحید و یکتاپرستی بوده و اگر هم دچار شرک بشن کل زندگی و اعمال و کرم و فعالیت و عمل کرده اونها ضایع و برباد است. همه اینها رو برامون الله متعال یادآور میشه، از داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، ولی اسمی از حسن و حسین و علی و تقی و نقی و زین العابدین و حسن عسکری و جعفر و باقر و اینها نمیاره. چطور اینها حجت باشن؟ اونها حجت باشن ولی اینها حجت نه. جالب اینجاست که وصف حجت رو هم بهشون میدیم. چه حجتی باشه؟ دلیل حجت باشه. آیا غیر از این نیست که ما اینها رو خودمون ساختیم و بافتیم و به افرادی که هیچ بهره ای از قرآن الهی و از دین نداشتن به اونها انتقال دادیم و ایده هم که از این راه کسب درآمد میکردن اونها رو مبلغ این افکار و اندیشه های باطل کردیم؟ غیر از این نیست، هیچ نوع تفسیری دیگر نمیشه انسان داشته باشه. تنها تفسیری میشه انسان داشته باشه همین هست که همه اینها ساخته و باخته انسان هست و هیچ ربطی به دین حق نداره. الله متعال در آیات متعدد این درجات یا این مقام‌های والا و برتر رو در آخرت هم برامون معرفی میکنه، فقط در دنیا نیست، در آخرت هم. و در آخرت مبنای تعیین این مقام رو برمیگردونه به عملکرد انسان، عملکردی که بر مبنای پیروی از شریعتی رو قائم هست که اون شریعت، شریعت رب ذوالجلال تلقی میشه. میگه افمن اتبع رضوان الله، افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. آیه 162 سوره آل عمران هست. آیا اون کسی که در پی به دست آوردن رضایت الهی هست
با اطاعت شریعت او. کمن باع به سخط من الله، با اون کسی که جایگزین بکنه نارضایتی پروردگار متعال رو، و مأواه جهنم و جایگاهش هم جهنم باشه، و بئس المسیر، بدترین موقعیت، نهایت و عاقبت هم مال او باشه، شک نیست. هم درجاتون عند الله، اون کسانی که اتباع رضوان الهی رو میکنن، در پی رضایت الله متعال هستن، در پی اطاعت شریعت او هستن، درجات دارن در نزد پروردگار متعال. والله بصیر بما یعملون، الله متعال بر عمل کردشون بینا هست، میبینه که اونو دارن چیکار میکنن. والله بصیر بما یعملون. و این در واقع اتباع رضوان الهی در چارچوب اطاعت از نبی صورت میگیره که الله متعال میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله متعال منت نهاد بر مؤمنین، برای به دست آوردن رضوانش، برای به دست آوردن درجاتش، برشون منت نهاد، برایشون بهشون این نعمت رو ارزانی کرد. اذ بعث فیهم رسولا، اونگاهی که در بینشون رسولی رو فرستاد، من انفسهم، از بین خودشون، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، دلائل آشکار خودشون رو براشون میفرسته، دلائل آشکار و به همین صورت آیات الهی رو براشون تلاوت میکنه و اونها رو به سمت و سوی رشد و پاکی سوق میده و بهشون آموزش میده، آموزه های کتاب و اون چی که باید بدونن و اون چی که باید انجام بدن، حکمت در واقع عمل مطابق با رضایت الهی هست، و کتاب آگاهی و دانش مطابق با رضایت پروردگار متعال هست. و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین، در واقع در قبل از این اینها در بیراهه آشکار بودند، در یک گمراهی آشکار بودند. پروردگار متعال انبیا رو فرستاد، نبی خودش رو فرستاد، از بین خودش، از بین مردم، از با زبانشون، با فرهنگشون که این نقش رو ایفا کنه و با ایجاد رشد و پاکی و آموزش کتاب و حکمت درجات رو براشون پدید بیاره و عمل کرد نیک رو درشون موجب بشه. والله بصیر بما یعملون. اون کسی که رضوان الهی رو میطلبه، به طور طبیعی درجات الهی رو در واقع پیگیر هست، و درجات الهی پیگیر شدنش با تلاوت آیات الهی و تزکیه و تعلیمی صورت میگیره که در چارچوب سنت نبوی میتونه محقق میشه. این هم یک تصویر دیگری از درجاتی که الله متعال بر مبنای عملکرد انسان در دنیا نصیبش میکنه در آخرت. در واقع عمل کرد در دنیا هست و نصیب انسان میشه در آخرت. آخرین تصویری که ما باید از درجات داشته باشیم در بحث داشته ها هست که هر کدوم از ما چیزی رو داریم، هر کسی در یک موقعیتی قرار داره. الله متعال در سوره انعام 165 سوره انعام میگه که هو الذی جعلکم خلائف الارض، او هست که شما رو در زمین جایگزین کرد، ایده رفتن و شما اومدید و شما میرید، کسای دیگه میخوان اومد. و رفع بعضکم فوق بعض، برا گفتیم که خلائف خلیفه، این خلیفه یعنی جای خدا نعوذ بالله نیست در زمین، خدا در زمین بوده و زمین رو برای ما رها کرده.
خلائف الارض استخلفكم، یعنی جعلكم یخلف بعضكم بعضا، شما رو در موقعیتی قرار داد که کسانی میرن و شما جای اونها میمونید و شما میرید کسای دیگه جای شما میخواهن اومد. این در واقع حقیقت معنای خلیفه یا خلائف هست که در آیات متعدد در ارتباط با حتی اقوام اومده، که من بعد نوح قوم عاد رو میگه که خلیفه شما رو خلائف قرار دادیم، در بعد از قوم عاد قوم ثمود رو میگه. این مفصل در آیات قرآن کریم وجود داره که قبلا هم ما بهش پرداختیم. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و در این دنیا بعضی از شما رو بر بعضی دیگر درجاتی عطا کرده، اون رفیع الدرجات به بعضی از شما چیزی داده، بعضی از شما رو در علم برتری داده، برخی از شما رو در مال برتری داده، برخی از شما رو در صورت، در سیرت، در توانمندی های مختلف، هر کسی یک توانمندی داره. همه اینها در واقع برمیگرده به این که لیبلوکم فیما آتاکم، لیبلوکم فیما آتاکم، تا اینکه شما رو آزمایش بکنه نسبت به اون چیزی که به شما داده شده، به شما الله متعال داده. آخرین آیه هست، این ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، پروردگار متعال عقابش سریع هست و غفور هم رحیم هم هست. در این ابتلا اگر ناموفق بیرون اومدید عقابش سریع هست، و در این حال اگر لغزشی صورت گرفت و فرصت داشتید غفور و رحیم هست که بتونید پوشش بدید یا جبران کنید گناهان خودتون. رفیع الدرجات بودن الله متعال در اینجا مرتبط با داشته هایی هست که ما داریم و بدونیم که لیبلوکم فیما آتاکم، اون چی که ما داریم در واقع و ابتلایی هست، آزمایشی هست که هر کدوم از ما در معرض اون قرار داریم که با این چی که داریم چه کار کردیم و چه کار میکنیم. انسان داشته های متعددی داره نسبت به بنی نوع خودش. این نفر الله متعال بهش موقعیت شغلی میده، یک نفر بهش امکانات مالی میده، یک نفر بهش الله متعال پست و مقام میده، یک نفر جمال صورت بهش میده، یک نفر قد بلندی میده، یک نفر حافظه بیشتری میده، یک نفر در علم فیزیک میشه یه نمیدونم دانشمند هسته‌ای، یک نفر در پزشکی میشه متخصص نمیدونم قلب یا جراحی های مختلف، هر کسی، یک نفر هم خب شاید فرصت آموزش یا فرصت به دست آوردن موقعیت برای شکوفا سازی استعداد برایش پیش نیومد و چیزی رو از این درجات دنیا حاصل نکرد. همه اینها لیبلوکم فیما آتا، اگر مالی داریم ابتلا هست، اگر موقعیتی داریم ابتلا هست، اگر پستی داریم ابتلا هست، اگر جمال صورت هم داریم بازم ابتلا هست، اگر علم داریم بازم ابتلا هست، تا اینکه این ابتلا رو به چه صورت به کار بگیریم. اون کسی که از شمه ای از زیبایی برخوردار هست شاکار نیست که بیاد سر خیابون و این زیبایی خودش رو به نمایش در بیاره و جوانها رو با این نمایش نامی که اجرا میکنه وسوسه گر بشه. اون کسی که مالی داره با اون مال کیف و میل بکنه و دیگران رو به حسرت بذاره شاکار نیست. اون کسی که سلطه و حاکمیت داره بر مردم سلطه جویی کنه و زور بگه این شاکار نیست. شاکار اونجایی هست که همه هر کسی داشته های خودش رو به نحو احسن به کار بگیره و دیگران رو در فتنه نندازه و در چارچوب شریعت و نظام الهی عمل کرد و زندگی خودش رو
تنظیم بکنه. متاسفانه متوجه نشدم و وقت هم تمام شد متاسفانه. ولی یک دقیقه مونده بذارید که از دوستان سوالی کرده سوالشو. با سلام مجدد خدمت جناب استاد، یعنی شما استاد میفرمایید که دکتر سروش یک انسان غیر موحد است؟ اگر چنین است، چرا تا با حال که 75 سال داره نماز میگذاره و چجوری؟ بله، سوالی که دوستمون کرده بود در برنامه پیشین در ارتباط با نظر خواسته بود در ارتباط با آقای دکتر سروش، و من هم گفتم که ایشون افکار و اندیش هایی که داره در شبکه های اجتماعی، در سایت های اینترنتی وجود داره، میتونید مراجعه کنید و سریع و شفافشون در ارتباط با الله متعال خالق هستی رو به عنوان موجودی مجزا از خلق نمیدونه، مستقل از خلق، خالقی رو با صفات کمال قائل نیست. و در ارتباط با مقام نبوت هم این رو یک تجربه انسانی میدونه که رؤیایی تصور میکنه، میگه مثل همه شعرا و مثل همه ادبا بگیم پیامبر یا محمد صلی الله علیه و سلم این سخنان رو به طور شاعرانه به زبان آورده و یک نوع بگیم شون معتقد هست که رؤیا هست و این رؤیا با تأویل میشه. و اون چیزی که ارتباط با اخبار گذشته یا اخبار تاریخ هست صحت و سقم داره. همه اینها خب دلیل بر این هست که شون اعتقادش بر توحید و نبوت روشن و واضح خلاف اون چیزی هست که مسلمان ها یا قرآن و سنت اون را رو آورده. اما اینکه شون نماز بخونه یا نخونه تأثیری نداره، به خاطر اینکه عموما عادت های انسانی چی میخواد این عادت ها در دین اسلام باشه یا در مسیحیت باشه یا در بقیه فرهنگ های مختلف باشه، این عادت ها به طور ناخودآگاه در سیرت و زندگی انسان شکل میگیره و هیچ گونه نقشی در اندیشه و تفکری که ارزش حساب رسی در آخرت رو داره نمیتونه ایفا کنه. به خاطر این الله متعال میفرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک اعمال تو رو برباد میده، ضایع میکنه. قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز یا به عبادتی یا اطاعتی کسی رو مکلف کنن، به توحید و به معاد و به رسالت خودشون دعوت میدادن. شهادت توحید و شهادت محمد رسول الله قبل از همه وظایف شرعی باید باور و یقین درش وجود داشته باشه. به دنباله اون حیثیت پیدا میکنه هر نوع عمل نیکی که انسان انجام بده، چه میخواد نماز باشه و چه میخواد بقیه عبادت ها باشه. و الا همه اینها عادتی هست که ارزش دینی در میزان شرع نداره. با توجه اینکه وقتم تمام شد، همه شما رو به الله متعال میسپارم تو برنامه دیگه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.